با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز شنبه است، 11 از ماه آگوست. در روزهای شنبه از ساعت 9 تا 11 بامداد به وقت محلی لس آنجلس در خدمت شما هستم و در باب مطالب گوناگون صحبت میکنیم. حفظه فرمایید که در آغاز یک غزل از استاد سخن سعدی شما تقدیم کنم، بعد برمیگردیم و میپردازیم به بقیه مطالب. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، از ناوستن از اون به که ببندی و نپایی. دوستان ای کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرا. ای که گفتی مرا اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی؟ اون نخالت و زنختان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد، سریست خدایی. پرده بردار که بیگان خود این روی نبیند، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. پرده بردر نتوانم زدن از بیم رقیبان، این توانم که بیایم به محلت به گدایی. عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی. روز صحرا و سماع است و لب جوی تماشا، در همه شهر دلی نیست که دیگر بربایی. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. شام را باید از این خانه به در بردن و کشتن، تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. کشتن شام چه حاجت بود از بیم رقیبان، پرتو به حسن تو گوید که تو در خانه مایی. سعدی و نیست که هرگز به کمندت بگریزد، که بدانست که در بند تو خوشتر که رهایی. خر گویند برو دل به هوا یک دیگری ده، نکنم خاصه در ایام اتابک به هوایی. مشهور است که در روزگار قاجارها این غزل به عنوان بهترین غزل زبان فارسی انتخاب شده است. سندش از نظر بنده نداشتم، از زیباترین غزلهای زبان فارسی این بیتی هم که بنده خوندم در این نسخه فروغی نبود، خودم اضافه کردم چون در دیوانه دیگر دیده بودم. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، تا به همسایه نگوید که تو در خانه مال. این بیت منظورم بود که بر تو کشتن شمع چه حاجت بود از دیل و رقیبان، پس تو به حسن تو گوید که تو در خانه آی. بله، 4 جلسه من در خدمت شما نبودیم، قرار بود در حقیقت فقط روز شنبه و دوشنبه بنده نباشم. روز سه‌شنبه که آمدم خستگی سفر رو عرض کنم که کوفتگی واقعا سبب شد که نتوانم خدمتتون باشم. اما امروز از این به بعد برنامه ها مرتب خواهد بود، خدمت شما هستم. در اجازه بدید یک گزارشی از این سفر خدمتتون عرض کنم، و اون این که ما به دالاس رفتیم، از اینجا به شهر آستین، از آستین به دالاس، و گرد همایی زیر عنوان دموکراسی در ایران بود. جلسه به وجه بسیار خوب برگزار شد. در اینجا لازم میدانم از دوستان بسیار عزیزم در دالاس سپاسگزاری کنم، از آقای ایرج درویش، از آقای کریمی، دوستان
دیگری آمده بودند، دوست کرده بودند از شهرهای دیگر. آقای عباس علیان بسیار بسیار عزیزم از استاد تشریف آورده بودند با دخترشون. آقای فریدون علوی عزیزم آمده بودند با کامی از اوکلاهاما. دکتر فاتحی عزیز بسیار گرامی از آستین آمده بودند با دوست عزیز دیگرم آقای بیژن افخمی و والد محترمشون. دوستان بسیار دیگری هم حتی که نامشون رو به خاطر ندارم، اما به موقع ازشون سپاسگزاری میکنم. همچنین آشنا شدیم با دوست محترم بزرگوار آقای علیرضا مولی. این وقت وارد شدیم به عرض کنم که دالاس ما رو بردن به یک هتل هالیدی این اگه اشتباه نکنم، یک سویت خیلی خیلی زیبایی بود. اینها گفتن که این در حقیقت گیفت آقای موریس صاحب هتل، چون من ندیده بودم، یک بار دو بار بیشتر صحبت نکردم روی تلفن. بعد با ایشون آشنا شدیم، شخص بسیار نازنین و مهربان، بختیاری عدل است به قول معروف. و روزی هم که بنده می آمدم بیرون در ایستاده بودم و صحبت آمدن شد، گفتم چگونه می روید؟ گفتیم که باید برویم به آستین و برگردیم و اینها، و ایشون نپسندید و لطف کردم و یک بلیت درگیریه که مستقیم گرفتند با آمد. این مختصری بود از قد کنم که اون چه گذشت بیرون از تدیگه صحبت. اما بحث در باب دموکراسی بود و برای دموکراسی در ایران دوستان بسیاری آمده بودن. میخوام سپاسگزاری بکنم تمام هموطنانی که مشارکت کردن. این مشارکت ها بسیار مهم هست، این گرد همایی ها بسیار اهمیت دارد. اینها رفته رفته راه رو باز میکند که ما بیشتر به هم نزدیک شویم و شاید بتوانیم روزی عرض کنم یک جبهه برای آزادی خارج از کشور با همیاری و همکاری هموطنان به وجود بیاد. باری بحث رفته دموکراسی بود. این داستان حزین و غم‌انگیز ما مردم ایران که 150-160 سال نیست میکوشید، اما هنوز در همه یک کوچه. در اونجا تصدقان عرض کردن که ما هر پدیده ای رو که بخواییم زیر نظر بیاوریم و مطالعه بکنیم، اول کاری که میکنیم ما اون پدیده رو تعریف میکنیم، دیفاین میکنیم، حدودش رو معلوم میکنیم. این مباحث ما معمولا عامیانه است، معمولا در همه آکادمیک نیست به قول معروف. قضایا بایستی تعریف بشه، وطن رو ما بایستی تعریف کنیم، وطن دوستی رو تعریف کنیم، موضوع دموکراسی رو تعریف کنیم. همه پدیده ها رو که ما میخواییم واردش بشیم و در باب صحبت کنیم یا فکر کنیم و فعالیت کنیم، اول باید ما اینا رو تعریف کنیم. وقتی میخواییم وارد قضای ریاضی هندسه بشیم، مثلث رو تعریف بکنیم، میگیم آقا مثلث شکل هندسی سزلی که مجموع زوایای داخلیش 180 درجه بشه، یا مربع یک عرض کنم که چهار وریت متساوی الاضلاع که مجموع زوایای داخلی چهار قائمه باشد. ما یعنی مشکلی بعد ندارید که فهم مربع چیز مثلث. این است که من خواهش میکنم از عرض کنم که هموطنان گرامی به خصوص جوانان پدیده ها رو تعریف بکنند، چون کاری که رژیم میکند همه این قضایا رو دگرگون میکند و به نحوه دیگری جلوه میدهد. یک گزارشی دارم از سخنرانی حاج فرج سروش در باب سکولاریسم. این مرد مخالف کار که 27-28 سالیست عملی ظلم بوده و هنوز هم عملی ظلم هست برای پریشان کردن افکار عمومی و فریب دادن جوانهای مملکت سخن فراتنی میکنه، به شیوه همان متکلمین قدیم، به شیوه همان عرض میکنن دروغگویان مذهبی روزگار پیش. ابتدا میاد علمش رو نشون میده، صحبت های چیز میکنه، نهایتا به اونجای میرسد که عرض کنم که میخواهد اون که رژیم میخواهد و از کنند این مرد ابزاری است برای تبلیغات همین سیستم سرکوب رژیم و همین جمهوری اسلامی. من براتون تکرار از این رو امروز خواهم کن، مغالطاتش رو تضادهاش رو برای شما بررسی خواهم کرد. بسیار تشکرم از فرناز گرامی از ایران که برای من این مطلب رو پرستادن، چاپ کردم یه خدمت.
باری وقتی ما از این پدیده ها رو تعریف کنیم، دیفاین کنیم، حدودش رو معلوم کنیم، بعد میتوانیم در باب صحبت. دموکراسی به عنوان مثال یک واژه است، ابتدا از یونان آغاز شده، از دو واژه است، دموس به معنای مردم، کراتین به معنای به حکومت، پیپل تو رول، مردم به حکومت. این اولیه ترین و ابتدایی ترین تعریف بوده است از دموکراسی. و بعد البته این واژه هم ترکیب شده، یک واژه شده دموکراسی، که البته در اون روزگار قدیم که در یونان به حدود 70-75 سال دموکراسی وجود داشت به گونه دیگر بود. بعد از گذشت سالها و عرض میکنم قرنها، امروز دموکراسی دارای معنی دیگری است. مدرن ترین تعریفی که از دموکراسی در دست است امروز این هست که میگوید، به انگلیسی عرض میکنم تا فارسی ترجمه میکنم، میگوید دموکراسی is a regime in which government officers are filled by contested election. این کلید قضیه contested election، میگوید دموکراسی یک رژیمی، رژیم هم قطعه تعریف میکنم، دموکراسی رژیمی است که از میکنم مشاغل دولتی توسط شخصیت هایی پر میشود یا اشغال میشود که از طریق رقابت حزبی و رقابت انتخاباتی به وجود آمده باشد. و این شرط شرط داره دموکراسی. یک اون که عرض میکنم کسی که رئیس مملکت هست، چیف اگزکتیو مملکت هست به قول این زبان ها، او از طریق انتخابات آزاد آمده باشد. دوم اون که قانون گذاران توسط مردم انتخاب شده باشد و در کشور بیشتر از یک حزب باشد. اگر این شده دیگه باشد اصلا دموکراسی معنی نمیده. اینا تعاریف جدید و مدرن دموکراسی. پس دموکراسی یک رژیم هست و رژیم چه چیزی است؟ رژیم عبارت است از تشکیلاتی که معلوم می کند چه کسان حقوق سیاسی دارند، چه کسان حقوق سیاسی ندارند. این مدرن‌ترین تعریف رژیم است. بنابراین وقتی نگاه می کنیم وضعیت خودمان، رژیم در ایران سقوط نکرده. رژیم خمینی همان رژیم پهلوی است، رژیم پهلوی همان رژیم قاجاری است، رژیم قاجاری همان رژیم عرض می کند قدیمتر است. بنابراین تنه کشور ما، تاریخ کشور ما با یک رژیم زیستیم و با یک رژیم زندگی کردیم و اون رژیم استبدادی بود. از طرف دیگر این خطا است که ما به رژیم پهلوی سقوط کرد، رژیم خمینی آمد. نه، اینا همه یک رژیم هستن. اینها معلوم میکنن که چه کسانی حقوق سیاسی دارن و چه کسانی حقوق سیاسی ندارن. و سعی اینها همواره بر این هست که توده های مردم رو از صحنه سیاست و مقدرات ملی بیرون بکند. اینا یک رژیم هستن. بنابراین بنابر تعاریف جدید رژیمی سقوط نکرده در ایران، همان رژیم است. کشور ما یک رژیم بیشتر نداشته به استثنای چند سال که دموکراسی داشته و رژیم دموکراتیک و کشور ما حاکم بوده است. بقیه رژیم ها همه یکی بوده است، رژیم استبدادی، رژیم محمد علی شاه، رژیم رضا شاه، رژیم محمد رضا شاه، رژیم خمینی، همه یکی، طبیعت همه یکی. حالا در شدت و حدت با هم فرق کنند، در هم جنایت کم و زیاد کنند، اما یک رژیم هست. و بعد خدمت دوستان عرض کردم که دموکراسی یک پدیده انسانی، این دموکراسی چیز فردی نیست، ضمن که از مرد برخواسته، مثل قوانین نیوتن، مثل قوانین آینشتاین، مثل عرض می کنند که قانون آرشمیدس، اینها دستاوردهای انسان هستند، از برای انسان. این عرض می کنند که کسانی مثل حاج‌فرج سروش و عوامل تبلیغاتی اطلاعات رژیم، اینها سعی می کنند که دموکراسی رو یک رژیم بی‌بندوبار کفرآمیز غربی جلوه بدهند و به همین وضعیتی که هست ادامه بدهند، کنترل مردم باشه و بیرون کردن ملت از مقدرات ملی و از صحنه سیاست که تو هم نداری، تو به دنبال کار حضرت آقا میداند.
بنابراین دموکراسی یک پدیده انسانی، پدیده جهانی، نوعی نگرش به جهان هستی، نوعی جهانبینی است و این از رفتار شخصی و احوال شخصی آغاز می شود. یعنی اگر انسان فرض کنید در مناسبات خصوصیش با خانوادهش و دوستانش دموکرات نباشد، این نمی تواند ایجاد دموکراسی بکند. دموکراسی از رفتار با بچه ها، با رفتار با محیط زیست، رفتار با حیوانات، اینها آغاز میشه و خرد جمعی جامعه وقتی به این مرحله رسید که عرض میکنم به این مرحله دموکراسی، دموکراسی ریشه دار و پایه‌ای در کشور برقرار شد. یکی از مشکلاتی ما داشتیم با دموکراسی این بود که در روزگار مشروطه که عرض کردم بزرگترین انقلاب تاریخی مملکت ماست، انقلاب اجتماعی سیاسی مملکت ماست، سعی شد گروه الیت جامعه قبل از اون که تفکر دموکراسی و نگرش دموکراسی در جامعه رایج شود و نهادینه بشود، دموکراسی را از بالا وارد بکنن، اما توفیق نیافتن. میشه حتی اینکه خیلی زود به دنبال کار خود رفتن، به محض اینکه مظفر دیشا اون تشکیلات اصلا مشروطه رو امضا کرد و اجازه داد برای عدالت خانه و قانون اساسی تحریر شد، هر کسی به دنبال کار خود رفت. هزار جور بانه برای دموکراسی در جوامع دنیای سوم هست که البته میخوام خدمت شما عرض کنم اون چه ما لیبرال دموکراسی مینامیم که میشود گفت از اندیشه های عرض کنم که جان لاک برخواسته، این در مغرب زمین ابتدا گسترده شد و بعد سیستم های دیگر آمد. یعنی روزگاری بود که کشورها رو فقط به دموکراسی و دیکتاتوری تقسیم می کردن و بعض اوقات به غلط سیستم فرض فرمایید می گفتن کامیونیزم دموکراسی، این تقسیم بندی خطاست. ببین کمونیسم در مقابل دموکراسی، این خطا است. چون کمونیسم فرضاً هم هست که ازن داری سخنرانی، کمونیسم و کامیونیسم این یک ترمینولوژی اقتصادی، دموکراسی یک ترمینولوژی سیاسی. کمونیسم اقتصادی، وضعیت سیاسی کشور کمونیستی معلوم بوده، همه استبدادی بوده. یعنی شما نمیتوانید یک کشور کمونیستی سراغ کنید از تاریخ پیدایش که استبدادی نبوده باشد. کمونیسم در مقابل کاپیتالیسم قرار میگیره، دموکراسی در مقابل فرض کنم که دیکتاتورشیپ قرار میگیره. باری خاطر به فرض عرض کنم که وقتی که دموکراسی پیدا شد در جهان، به خصوص قرن 19 قرن دموکراسی بود، کشورهای اروپایی روی آوردن به دموکراسی و عرض می شود که این چون یک پدیده انسانی شایسته بود و حقوق انسان در نظر گرفته می شود در محیط دموکراسی، در جمع گسترده شد. از سوال حقوق انسان کردم شنیدن که این جمهوری منحوس اسلامی می گوید که اگر آمریکا یا بدون ما صلح رو در عراق برقرار می کنیم. بدونید باز این واژه صلح، ببینید چه میزان ما مشکل داریم برای فهم واژه صلح. ما گمان می کنیم اگر جنگ نباشد و صلح هست، ولی چنین نیست. صلح به مفهوم عمیق آن یعنی آرامش، یعنی کسی بدون وحشت از کسی دیگر بتواند زندگی بکند، یعنی اعدام نباشد، جامعه در حال تنش نباشد، فقر و بیچارگی و وحشت و ارهاب از سیغور نباشد. این جامعه در حال صلح نیست، جامعه ایران در حال صلح نیست، جامعه ایران در حال جنگه. اینا رو باید تعریف کنیم که آقا صلح چی؟ وقتی آخون میگوید صلح رو بقرار میکنیم و آرامش کنیم، آقا آرامش هست در ایران؟ متاسفانه میخوام خدمت شما عرض کنم که مغرب زمین و این تشکیلات جهانی حقوق بشر اینا فراموش کردن در ایران چی میگذارن. همه چیز تحت شعار این نمیدونم چند تون کیک زردی که آخونده تایید کردن قرار گرفته و فقط صحبت از قضیه اتمی. این یک چتری شده است برای جنایات رژیم. آقا قضیه مهم در کشور ما حقوق انسان است که به طور روزمره داره پایمال میشه. وحشتناک واقعا وضعیه. تنابهای دار به گردن مردم ایران هر روز.
کشتارخانه رژیم مسئول از کسی هم توجهی نداره. چسبیدن به این قضیه که آیا آخوندها قادر خواهند بود که یک بمب بدتری بسازند، قادر نخواهند بود. همه توجهات معطوف این قضیه شد. رژیم هم استفاده کرده از این داستان و هر که بحران بیشتر میشه، بحران اقتصادی، اینها حلقه رو تنگتر میکنن، سرکوب رو بیشتر میکنن به بهانه های مختلف، یکی اراذل، یکی اوباشه، نمیدونم یکی علیه امنیت رژیم چه کرده، یکی حق داده، اینها میگیرن به خیلی راحت به دار میکشن. همون من مشاهرگر هستیم، این کشورهای بزرگ غرب و اینها گویند فقط ما سرگرم این هستیم که این رژیم آخوندها یک بمبی نزد. باری برگردیم سر داستان دموکراسی. در قرن 19 هم دموکراسی ها آمدن و در اواخر قرن 19 تا قرن 20 هم شروع شد دوباره بازگشت به دیکتاتوری، چون دیکتاتوری سریع عمل میکرد. دیکتاتوری عرض میکنه که میتواند پروژه های بزرگ رو در اندک مدتی انجام بده. دموکراسی یک فرایند کوتاه، یک فرایند ببخشید خیلی کندی، یک فرایند گام به گامی، چون هر عملی بخواد در جامعه انجام بشه ابتدا باید این توسط مجلس قانونگذاران پیشنهاد بشه، بعد بحث و مشاجره میشه در مجلس، بعد تصویب بشه، بعد عرض میکنن مرحله قانون کی میکنه کن هست، اما دیکتاتور امر میکنن این سر رو بسازید، امر میکنن این تابکار رو بخرید. و چون دقابت های استعماری بود در اروپا، اینا رو آوردن به حرض میکنن که استبداد دیکتاتوری و از چرا که بعد از جنگ هست که نوعهای جدیدی که در دفتر و کتاب نبود به وجود آمد. دیگر به اون سادگی نیست که بگوییم دموکراسی و بگوییم دیکتاتوری. ما امروز عرض می کنم کشورهایی داریم از طریق میگوین این لیبرال دموکراسی یا لیبرال آتاکراسی، اینا رو مشروب امین اختراع کردیم، کشورهای شرقی بود. سمای دموکراسی و نان دموکراسی که کشورهای استبدادی هستن. این لیبرال دموکراسی چه سیستمی؟ این لیبرال دموکراسی یعنی سیستمی که عرض میکنن که این فرایند انتخابات اینا رو علی الظاهر حفظ میکنن، اما حقوق شهروندان رو، حقوق مدنی شهروندان رو زیر پا میذاره، مثل آزادی بیان، مثل آزادی تشکل و تحزب و اینها رو از اینها میگیره. مثل هر کنم که بسیار از کشورهای مشرق زمین، هر کنم که مثل پاکستان، هر کنم که روسیه، به اینها کنترل دموکراسی و گاید دموکراسی هم میگویه. لیبرال آتاکراسی، اینها هم مصطلحات جدید هست، اینها رو باید یاد بگیریم. حرف میکنم اینها هم هستن که سیستم های هستن نان دموکراسی در حقیقت، که اینها نسبتا به حقوق فردی اینا احتراماتی دارن، اما حرف کنم که فرایند انتخابات اینها در اینها نیست، اینا برعکس هم کار میکنه. و بعد از این شود که چون مغرب زمین درد سر نمیخواست، اینها چندین دهه پیش فرض بر این بود که آقا دیکتاتوری برای این جهان سوم چیز خیلی عالی است، بسیار خوب است، به جهت آنکه این دیکتاتوری اینها تولید اقتصاد میکند و وقتی تولید اقتصاد کرد مردم ثروتمند میشوند، وقتی ثروتمند میشوند تعلیم و تربیت به دست میآورند، وقتی تعلیم و تربیت به دست میآورند در طرفی خود دموکراسی هم وارد میشوند. که بازی گفت اینا معامله است، نات نسسری، نه الزاما. این است که اگر یک جایی یک دولت دموکراتیکی بود مثل اون که در شیلی گذشت یا در ایران ما گذشت و آمدن دموکراسی ایران رو سرنگون کردن و جاهای دیگر، اگر دستشان میرسید دموکراسی ها رو سرنگون میکردن و دیکتاتوری میآوردن. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم و برمیگردیم خدمت شما، مطلب رو پی میگیریم تا چند دقیقه دیگر. اما آنچه مهم است این است که عرض میکنم که در کشور ما رژیم های استبدادی همواره بودند و همواره هستند. متاسفانه میخوام خدمتتون عرض کنم که
بعض کسان هستن که شاید جوانان کشور ناگاه به اینها اعتقادی دارن، گمان میکنن اینها تولید اندیشه میکنن. این آقا، این های فلک سروش، معروف عبدالکریم سروش، حالا من به نامش کار ندارم که چه بوده، این آقا عمله ظلم بوده از روز نخست. جنایاتی که این سروش در دانشگاه ها کرد و جنایاتی این که این مرد در پاکسازی استادان تراز اول مملکت ما کرد پوشیده نیست، هنوز هم دست بر نداشته. این مرد مزدلی که با لغلقه زبان و مغلطه زندگی میکنه و خودی که متوکل مردم کرده، آمده است نمیدونم در اروپا دعوت کرده، با همه تبلیغاتی کردن 15 نفر نیامده، الحمدلله و منه مردم ها بیدار شدن. اینها هستند بینندگان و شنوندگان سروش و جمعاً 15 نفر در یک دانشگاه شاید نیستن، یک عدهشون هم حتما اومدن خبر بگیرن، یک عدهشون رفت و پاهاش بلا، شاید جمعاً 5-6 نفر جمع شدن. این آقا هم با این قیافه و با این عرض میکنن هیبت و هیئت مرحوس مدرسه حقانی آمده است اینجا ابتدا یک توضیح مفصل و مبسوطی عرض میکنن که دارد که این سکولاریسم چه بود است. یک پشت مغلطه به دهریون منتظر کرده است که ارتباطی ندارد آقا سکولاریسم با دهریون. مرد حسابی اگه این آقاردی از قول من بگید آقا مطلب تو بدان دهریون چه ربطی دارن آقا به سکولاریسم، این آقا تصور کرده است که سکولاریسم آخر 15-16 هم بوده. مؤمن حاج آقا این واژه رو ابتدا جیکوب هولی او از ابتدا اینقدر که این آقا در حدود سال 1906-1940 مرده، اون نخستین کسی بود این دانشمند انگلیسی که این واژه رو استفاده کرد. و بعد این آقا عرض میکنم که مثلش این هست که میگوید با آمدن عرض میکنم که قضایای مدرنیته و علوم عقل اینها دین رفته رفته ضعیف شد و چون ضعیف شد از دولت کنار رفت. رندانی میخواهد بگوید اگر دین قوی عمل بکند در جامعه جایی برای سکولاریسم. و بعد اجازه فرمایید من پاره از مقالسات این هاشفرش رو برای شما بخوانم. اگر شما این مرد رو میشناسید بگید آقا خجالت بکش، تو باید عملی آزادی باشی برای مملکت، نه عملی ستمکاری و ظلم و فساد. آقای هاشفرش فارغ التحصیل مدرسه حقانی، اجازه بدید من براتون بخونم. بله خب ببینید اینا مخالفات بی‌معنی. سخنران آنگاه به معادل دیگری برای سکولاریسم اشاره نمود و گفت پاره‌ای از شما که به تاریخ فلسفه و تاریخ کلام آشنایی دارید میگوید که فیلسوفان و متکلمان ما هنگام وحدت و طالبگیری میگویند دو گونه ما میتوانیم بحث کنیم، یکی عقلی دیگری نقلی. بله حالا گفتار پیامبران و غیره و ذالک و اینها گفته است. پروفسور در ادامه گفت با این اوصاف شما در میاد که سکولاریسم یک وجه عملی و حیاتی و ناظر به زندگی دارد و یک وجه اندیشه. خب حالا اینجا را میگذاریم. بله میگه اما سکولاریسم فلسفی هم داری، یعنی که خدایی نیست، ماورا طبیعتی نیست، اینها خطاست، این آقا دروغ میگوید. همین آقای جورج جیکوب که خدمتتون حرف کردم میگوید موضوع سکولاریسم نفی دین نیست بلکه پدیده ایست مستقل از دین. این آقا درست کاری رو میکند که وزارت اطلاعات دارد میکند که مردم ما رو بترساند از آزادی، بترساند از دموکراسی. مراجعه فرمایید دکتر میگوید که از همه سکولاریسم بکرده یعنی خدایی نیست ما باید نخه، اینطور نیست. سکولاریسم فلسفی آن است که اندیشه انسان، تعلق انسان، حرکت انسان برای کشف حقیقت نیازمند ما وعد و سلیه نیست. اصلا وارد بحث خدا حتی خدا نیست نمیشود. این آقا باز اسلام رو شکمش گیر کرده، باید یک صحرای وسیعی پیدا کنه بره این باز رو عرض میکنم خالی بکنه. کجا سکولاریسم این بحثش این هست؟ بعد بفرمایید میگوید که آخرتی نیست، چیزی نیست، به ناتورالیسم و ماتریالیسم سیاسی لازم نیست شما نفی خدا بکنید. وقتی در سیاست کاری به خدا بودید ندارید، لازم نیست نفی آخرت بکنید. بلکه تا حالا ببینید یه میگوید میگوید که بعد میگوید سخنران در ادامه به علل شکلی به سکولاریسم وقت اشاره نمود. ببینید حق بازان بزرگ در سخن ابتدا میآیند مطالب علمی رو مطرح میکنند که در باب سر نشون بدن. این تکنیک همه آخوندها در همه تاریخ بوده،
به ولی آقا خیلی هم عالمه ها، به حرفاش درسته. بعد نتیجه گیری اما اون چیزی که اون میخواهد با مغلطه. حالا اجازه فرمایید که کلید سخن این حاج فرج رو برای قسمتتون اعلام کنم. خب میگوید که سخنران در ادامه به علل شکلی سکولاریسم، آقا مطلب سکولاریسم این بود که انسان در حرکت‌های خود برای کشف حقیقت نیازمند امور مابعد طبیعی نیست، چنان که گالیله برای توضیح وضعیت زمین و نیوتن برای نوشتن قوانین خود نیازمند مابعد طبیعی و خدا نبود، خودش توضیح داد. مشهور است وقتی لاپلاس نظریه صحابی خود رو برای ناپلئون توضیح میداد، این جمله بسیار مشهوری است در فرانسه، ناپلئون میگوید که آقای لاپلاس شما در توضیح این نظریه خود نامی از خدا نبردید. میگوید ما برای توضیح این مطلب علمی نیازمند ما بعد طبیعی و خدا نیستیم. نه که الزاماً بخواد مبارزه ای بکند با دین یا مبارزه ای بکند با خدا، نه، میگوید آقا سکولاریسم سیاسی میگوید آقا اون که بر مقدرات مردم حاکم است قانون بایستی باشد و عرض می کنم که خرد بایستی باشد و نیازهای علمی امروز بیرون از قضایا و کسانی که در کار دولت هستند و حکومت هستند اینها نمی توانند مذهب رو تحمیل بکنند یا اولویتی به مذهب بدهند در تصمیمات سیاسی. این معنی سکولاریسم. این آقا برداشته و دارد چنان رنگ می کند، یعنی سکولاریسم یعنی دشمنی با خدا و رسول و خدا و امیه اطهار و دشمنی با حضرت امام جعفر صادق و حسین تشندف و اثر نمی دانم چی و از این صحبت ها که عرض می کنم که همون کارای اطلاعات رژیم رو داره می کنه این آقا. برای تو می خونم چون مطلب اهمیت داره، شاید فتحار هم امروز دیر باز کنیم چون بتوان این مطالب خدمت شما مثلا عزیز مطرح کنید، اینها رو بشناسید، این حق بازان رو، اینا شارلاتان هستن. آقای سروش شارلاتانه، خمینی شارلاتان بود، علی شریعتی شارلاتان بود و اینها با شارلاتانیسم ما رو به اینجا انداختن و نمودن عرض میکنن بسیاری از قضایای دیگر نظیر بنیانهای دموکراتیک و عرض میکنن سیاست و رجال سیاسی و اهلا و اینها، این شارلاتان ها توانستن عرض کنن که کلاه ما رو بدوزن و عقل ما رو هم بخوان بگیم و چیلی بدوزن توسط آدمای مثل این آقای هاشورت دبا. خب بله میگوید که بله میگوید که سخنران در ادامه به علل شکلی سکولاریسم قرن اشاره نمود و گفت حال چرا سکولاریسم قرن شازدهم به این طرف شکل کرده و در جهان اسلام و در شب به طور کلی پا نگرفت. کدوم جهان اسلام؟ تو بعد از چی میکنی؟ چیزی نبوده این اسلام، جهان اسلام چه جهانی؟ دیدم نوشتی، دیدم دیشب در این آرگیتون ایوان کم دیدم یه مردکی نشسته اونجا مسخ شده، اول نگاه کنیم یه قیافه همه مسخ شده، مهمون ها اونقدر خاضه و خاشه که انگاری دارن میمیرن این بدبخت ها، هیچ انرژی مطلعی در چهره هاشون نیست، تفصیل هم ندارن. باره کم نوشته وحدت پیامبر رحمت، آقا کدوم رحمت؟ یک منجار 400 میلیون جدای بدبخت بیچاره وامانده به نام مسلمان در جهان است، رحمتش در چه بوده این پیامبر؟ کدام رحمت؟ چه رحمتی؟ از کجا؟ چجور؟ به من نشون بدین این رحمت رو، شامل کی شده این رحمت؟ یک مش نکبت بوده این داستان از ابتدا. پیامبر رحمت تو ببرمایی بله. حالا چرا که پیامبره در جهان اسلام ها مثل که حالا مثلا یعنی چیزی جدیه جهان اسلام، آقا یک سیستم سیاه دیکتاتوری بدبختی عرض میکنم که فاشیستی بوده این اسلام از اول، ما یک بدبختی و نکبت بوده از اول، گرایش هاش به سمت نکبت و بدبختی و جدایی بوده است. آقا بهتر روزگارش روزگار سرقتش بوده و دزدی و سرگردنه و گرفتن مالیات و کشتن نمیتونم کفار. یک فیلم نداره فترت رو نشون میدم، یک زن عربه که فساحتی حرف میکنم که این داستان رو صحبت میکنه. خیلی خوب بله، در این زن که توجه یعنی این فرزند در رحم تاریخ مغز زمین دوران لازم خدا طی کرد و پس از فرقت رسید و پا به این جهان گذاشت به دنیا آمدنش همراه با سزارین و خونریزی نبود، این مسئله رو نداشت، علت عبر عبارت بود
از اینجا کامپیوتر نگرفته، علم و دین، نزاع علم و دین گفته، نزاع علم و دین، نزاع بسیار سرنوشتانی در تاریخ اروپا بود. این نزاع هم از سر توطئه و غرض و مرض و خداگریزی فلان بود، رشدی در علوم طبیعی پیدا شد، در زمین شناسی بیولوژی و نجوم اطلاع تاجه به دست فلان شد. بعد میگوید که حالا این میگذارید اینجا این چیزی که میکند، میگوید که اکتشافات خود که اینجا اونجا صورت خورد و درشتی که اینجا اونجا صورت میگیره، مجموعاً کتاب مقدس رو از اعتبار منزلت کتاب ثابت کرد. این نه تنها اکتشافات خورد و درشت، کتاب مقدس منظور ایشون تورات و عزم خصوص بایبل هست ثابت کرد، که این قرآن شریف رو هم ثابت کرد، چون این هم رو نویسی اونها شدر آقای آشفرد. آیا چیزی جدیدی در این کتاب هست؟ خیلی از اون نوشته های تورات آمستنش فرهنگ عرب و اندکی زرتشتی کردی؟ اعتبار ثابت کرد. دین از ابهت پیشی فرو افتاد و از اون پس دیگر بله بازیگر پیشین صحنه اجتماع سیاست نبود. دین تا وقت در صفت حضور داشت، وقتی ایمان زدوده شد و این منقلت کاسته شد، خود به خود از بازیگری بازیگر نیمان کاسته شد. کسی نه اومد دین را از صحنه سیاست بیرون کند، خودش ظهیر شد و کنار رفت. و هم دلت که میگویم این یک زایمان طبیعی بود، یعنی که ما باید جمهوری اسلامی رو 2000 سال تحمل کنیم، ببینیم که کی کی ظهیر میشه، خودش آرام آرام تشریف ببره، خوش بشه بیفته. خب عرصه سیاست عرصه بازی قدرتمندان قوی بود، نیاز نبود کسی از او دعوتی به سیاست بکند. وقتی از ظهیر شد، خود به خود از بازی خارج شد و نیاز نبود کسی او را اخراج کند. علت دوم شکاف میبود که در مسیحیت افتاد، یعنی پروتستانیسم از کنار کلوین کاتولیسیسم تولد یافت. این پروتستانیسم در افتاد کلیسا کار تاری من میگذاریم. حالا میخوام به شما بگم حرامزادگی رو کجا به خرج بدیم. بله ها ببینید، میگوید اما رفته رفته میگوید این سکولاریسم مکتب تطاول بود و تحمل بود و فلا بود و خیلی خوب بوده اینها. اما رفته رفته سکولاریسم وارد دوره تازه می شود که من اون را دوره سکولاریسم ستیزگر می نامم، سکولاریسم میلیتانت، سکولاریسم که نمیدونم چیز خود از دست داده و با همه عجم میرکش نگاه نمی کند، سکولاریسمی که ظرفیت و حازمه پیشی را از دست می دهد. نمونهش مثلا حجاب دختران در برنامه دولتی فرانسه است، یا تونی بلر که می گفت کسانی که ارزش های بریتانیا ترک بکنن، اینا افتاده متاسفانه کامپیوتر بعد عبارات نیست. ترکیه از این جهت حسابش رو تقریبا گشتر همه جا رسما از این که یک مسلمان رئیس جمهور شود به نام سکولار میریزن به خیابان و رسانه های غربی هم به این آتش هیزم میریزن. بعد میگوید که دکتر سودون گفت به بررسی ریشه های شکلی سکولاریسم ستیزگر پرداخت. ببینید اصلا این مطلب غلطه، این مطلب خطاست، مطلب سکولاریسم ستیزگر ما نداریم. مثل که میخوان ایدئالیسم ستیزگر یا متریالیسم ستیزگر. آقا این آدم ها هستن ستیزه میکنن، نه ایست ها. شما یک پشت تروریست تربیت کردید، آقا انداختی به جان مردم، دوم میگذارن بگیگناهان رو میکشن، اینجا جهان رو دوشار وحشت کردن، مدنیت ها هستن اولشون دادن. این سکولاریسم ستیزگر نیست، سکولاریسم سر جاش هست آقا، یک ایده هست، ایده که نه کسی حمله میکنه نه پاچه کسی رو میگیره نه سر کسی رو میبره. آدم ها هستن که این کارها رو میکنن. اگر فرانسه آمده میگوید چهار قصد سر زکت سر و راه نمیدهیم، میبینه مملکت چرا از این میره. یعنی اساس آن که فرانسه برام بنا شده و این همه رنج بردن دارن فرار میکنن. سکولاریسم ستیزگر لغت سازی میکنه. سکولاریسم ستیزگر نیست پدر من. دولت های غربی برای سیانت از امنیت و حفاظت از حیواناتی که توسط آدم های مثل شما تربیت می شوند داره خودش دفاع می کنه. این سکولاریسم ستیزگره اسمش آقای حاجبرش. خب بله حالا ببینید، حالا ببینید این داستان رو. بله بله میگوید که سالها اخیر جامعه شناسان بودید که میشنوید از جامعه شناسان بودید که دین که از دیان دارن قوت میگیرن، چراییش بمانن، اما این اتفاق داره میسته از دیان که قوتی میگیرن. یعنی میخواد بگوید که ما
داریم قوت میگیریم و لازم است ما جدی گرفته بشویم و ما احتیاج به دموکراسی و سکولاریسم اینها هم نداریم. خب میگوید که حالا که یک خیاط معتبری هم کرده، بعد میگوید که فلان کس و فلان کس صراحتا اعلام میدارن که سکولاریسم سرنوشت تاریخ نیست، همچنان که در گذشته میگفتن سوسیالیسم سرنوشت محکوم تاریخ است که معلوم شد لزوما چنین نیست. هنوز معلوم نشده آقای سروش که سوسیالیسم سرنوشت محکوم تاریخ نیست. کجا میدونید شما؟ خب حالا میرویم اینا. میگوید که ها وقتی ادیان جان بگیرن دیگر معلوم نیست با اونها مدارا بکنن. منظور ادیان اینجا فقط اسلام هست، چون این اسلام عزیز هست که ما یه وحشت جهان شده. بیشتر از 90% تروریست های جهان مسلمان ها هست. این ایران به لیبرالیسم و سکولاریسم هم وارد است. بله سکولاریسم برای بلعیدن ادیان ضعیف قوی بود، اما دین قوی و فرهنگ بهما نمیتواند ببلعد. یعنی منظور این است که اولا که سکولاریسم برای بلعیدن چیزی نبود، مهمه سکولاریسم نبود. حتی سکولاریسم در آمریکا به این وجه معنی میدهد که دولت در دین دخالت نکند، یعنی نظر به دین داره که به دولت. آقای حاج فرج، یعنی ما نمیخواهیم دولت در کار دین ما دخالت بکند. این میگوید سکولاریسم آمده بود ببلعد ادیان را، ببلعد اما ادیان قوی شدن. درست حرفای ضد اطلاعاتی ها و اطلاعاتی رژیم. مقالطات رو میبینید، ما بایستی حواسمون رو خوب جمع بکنیم، هموطنان تحلیل بکنیم. بله میگوید که نمیدارد و جلوش پایین نمیرود و لذا ستیزگر میشود. آقا چه سکولاریسم اومد این رو ببلعد؟ تو که خودت گفتی که اینها مدارا کردند و با کلیسا با مدارا و تساهل رفتار کردند و این دو آرام آرام از صحنه مقدرات مردم کنار گذاشتن. حالا میذارم اومده ببره چیزی رو ببره، سکولاریسم کارش بلعیدن نیست، آخوندها کارشون بلعیدن نیست، مثل جمع‌آوری. بله تئوری تازه فرا القاعده امثالشان که حضرات خیلی به آن تکیه میکنند نظر نکنید، زیرا اولا حرکت فراگیر نیستند و ثانیا یک استثنای کوچک هستند و چیزی فلانی هستند. اتفاقا همین القاعده و این کار طالبانی اینها این بمبگذاری ها هنوز یک آخوند سنی یا شیعه و حتی این خود این سروش یا نیامدن محکوم بکنند آقا بمبگذاری رو و کشتن بیگناهان رو محکوم نمی کنند، به جهت اینکه روح قرآن برای کشتن هست و برای از بین بردن آدم های غیر مسلمان هست. حالا پیش از اینکه بنده این رو بخوانم ادامه بدم، اجازه بدید یک قطعه فیلم که دوست بسیار عزیزم آقای آل احمد فرستادن، این خانم بزرگوار رو و با سلطان خطا نکنم ببینید چه میگوید. عربی میگوید، دقت بفرمایید، بعدم سعی میکنم که نکات یادداشت کنم برای شما و ترجمه کنم و بعد شما عرض کنم که ببینید در واقع یک زن فرزانه چین زن دلاوری است آمده دفاع خواسته علیه ارتجاع اسلام، علیه ستمکاری اسلام و علیه بدبخت نکبت اسلام آورده و پاسدان استعدا میکنم توجه بفرمایید. صحبت میکنم مصاحبه با الجزیر بنده بعدم اخاذات این آقای سروش رو که از فرومایگانه امروز ایران بعد عملی ستم و ظلم و فساد هست برای شما خواهم خون. خواهش میکنم پخش کنید. جمشید جان ما نراه من صراع على الساحة الدولية ليس صراعا بين الأديان وليس صراعا بين الحضارات، إنه صراع بين النقيدين، إنه صراع بين زمنين، إنه صراع بين العقلية التي تنتمي إلى القرون الوسطى والعقلية التي تنتمي إلى القرن الواحد والعشرين، إنه صراع بين الحضارة والتخلف، بين المدنية والبدائية، بين الهمجية والعقلانية، إنه صراع بين الحرية والقمع، بين الديمقراطية والديكتاتورية، إنه صراع بين حقوق الإنسان من طرف واغتصاب تلك الحقوق من طرف آخر، إنه صراع بين من يعامل المرأة كالبهيمة وبين من يعاملها كالإنسان. ما نراه ليس صراعا بين الحضارات، الحضارات لا تتصارع، الحضارات تتنافس. يعني نفهم من كلامك أن ما يحدث الآن هو صراع بين الحضارة متمثلة في الغرب والتخلف والجهل متمثلا بالمسلمين؟ نعم هذا ما أقصده. من الذي أطلق فكرة صراع الحضارات؟
أليس سامويل هانتونتون وجاء بكه؟ ليس بن لادن كما يقولون. أريد أن ندخل في الموضوع لو تكرمت. المسلمون هم الذين بدأوا بهذا التعبير. المسلمون هم الذين بدأوا صراع الحضارات. عندما قال نبي الإسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله ورسوله، عندما قسم المسلمون الناس إلى مسلم وغير مسلم ودعوا إلى قتال الآخرين حتى يؤمنوا بما يؤمنون، هم أثاروا هذا الصراع، هم بدأوا تلك الحرب، وعليهم أن يوقفوا تلك الحرب أن يعيدوا النظر في الكتب الإسلامية والمناهج التدريسية التي بين أيديهم والمملوءة بالدعوة إلى التكفير وإلى القتال الكافرين. يقول أنه لا يسب عقائد الآخرين. أي حضارة في الأرض تجيز له أن يوسم بشرا بألقاب لم يختاروها لأنفسهم؟ مرة نطلق عليهم أهل البيت أهل الذمة، ومرة يطلق عليهم أهل الكتاب، ومرة يشبههم بالقردة والخنازير، ومرة بالنصارى والمغضوب عليهم. من قال لكم بأنهم أهل كتاب؟ هم ليسوا أهل كتاب، هم أهل كتب. كل الكتب العلمية المفيدة التي بين أيديكم هي كتبهم، وهي نتاج فكرهم الحر الخلاق. بأي حق تشبههم بالمغضوب عليهم والضالين، وتأتي الآن لتقول أن عقيدتك أمرتك بأن لا تسب عقائد الآخرين؟ لست مسيحية، لست مسلمة ولا يهودية، أنا إنسانة علمانية، لا أؤمن بالغيبيات، ولكنني أحترم حق الآخر. ملحدة يعني؟ ملحدة؟ تستطيع أن تقول ما شئت. أنا بسألك، أنا إنسانة علمانية، أنا بسألك عالمة بمنطقي. إن كنت ملحدة فلا عتب عليك إن سببت الإسلام وعربية الإسلام وإسلام الإسلام. بس دقيقة يا أخي، آمن بالحجر ولكن إياك أن تضربني بها. أنت حر في أن تعبد من تشاء، ولكن لا علاقة لك بعقائد الآخرين سواء آمنوا بأن المسيح هو الله ابن مريم أو أن الشيطان هو الله ابن مريم. اتركوا الناس في عقائدهم. اليهود خرجوا من مأساة، فرضوا احترامهم على العالم بعلمهم لا بإرهابهم، بعملهم لا بتعيقهم. البشرية مدينة بمعظم اكتشافات وعلوم القرن التاسع عشر والقرن العشرين لعلماء اليهود. 15 مليون مشرد في العالم جمعوا شملهم ووصلوا الى حقوقهم بالعمل والعلم. لم نرى يهوديا واحدا يفجر نفسه داخل مطعم ألماني، لم نرى يهوديا واحد يهدم كنيسة، لم نرى يهوديا واحد يحتج على ذلك بقتل الناس. حول المسلمين 3 تماثيل للإله بوزا إلى حطام. لم نرى بوزيا واحدا يحرق مسجدا أو يقتل مسلما أو يحرق كنيسة أو يحرق سفارة، ولكن وحدهم المسلمون يدافعون عن معتقداتهم بحرق الكنائس وقتل الناس وهدم السفارات. هذه طريقة لن تؤدي بهم إلى نتيجة. على المسلمين أن يسألوا أنفسهم ماذا يستطيعون أن يقدموا للبشرية قبل أن يطالبوا تلك البشرية باحترامهم. دست این بانو رو میبوسم، زن شجاع که زبان همه بدبختان و بیچارگان و عبدماندگان و کسانی که توسرین خورد و عرض کند 700 میلیون زن مسلمان که یک سر آزل و بیکار و توسرین خورد به قول معروف و برده هستن، این زن بزرگ داره نمایندگی میکنه. داستان از این قرار بود که شروع شد گویا این مصاحبه ایست با الجزیره، بعد گفتم آقا شما میگویید که کلاس آف سیبیلی بیشن برخورد تمدن، تمدن با هم برخوردی ندارن، اینا با هم کمپلیت میشن. این برخورد بربریت اسلام هست و تمدن جدید، برخورد عقاید قرون وسطایی هست با تمدن قرن 21
و عرض میکنم که شروع کرد به این داستان و وقتی که اون آقای شیخ چیز میکرد و ساده میکرد تو آقا من برای شما الان نقل قول میکنم از نبی اسلام که چگونه دستور قتل داده و چگونه مردم رو تحقیر یاد کرده به اینها قرد و خنازیره گفته است. بله شما در بقرن که بخونید ببینید که چه خوشه رکیتی به یهودیان داده و وقتی اون آخون یقشی گفت تو کافر هستی گفت من نه دینی دارم نه چیزی من یک آدم حر هستم آزاد هستم که برای حقوق انسانی دارم کار میکنم و بعد توضیح داد که چگونه مسلمان ها آدم میکشن و چگونه بمبگذاری میکنن و این کارها رو انجام میدن و صحبت از یهودی ها کرد که آقا شما دشانت بازتر چیست؟ اینا یک تعدادی کردن یهودی هستن که این مقام رو در جهان بر اثر علم و عمل به دست آوردن و این اعتراض رو بر اثر اکتشافات و دانشمنداشون به دست آوردن و دیده نشد که در آلمان یک یهودی بمب بذاره خودش رو بکشه آلمانی رو بکشه. خلاصه محتوای حرفش فکر کنم که کاملا متوجه شدی که چه بود. این حرف کنم که با تلویزیون الجزیره بود، اون شیخ هم آورده بودن که با ایشون مناظره کنه، من کل برنامه رو ندیدم و این بزارش رو که در اینترنت بود برای شما پخش کردم. ما نیازمند این جور فعالین هست برای نجات، وقت اصلاح دین و نجات از این زندان رسیده. هم بکنم اجازه بدید من چند کلمه دیگه از این آقا بخوانم. بله، اینکه چرا دین دوباره جان گرفته جامعه شناسان امریکایی هستن برای اینکه بحران هویت پدید آمده. حالا بگذره میگوید که بله نکته دوم اون که در کشورهای مثل ترکیه که دین قوی سکولاریسم را نمیتوان از بالا و با ستیز و تحکم تحمل کرد. سکولاریسم اروپا یک زایمان طبیعی داشت، دین ضعیف شد و از بازی سیاست خارج شد، ولی در ترکیه دین ضعیف نیست و از ایران بیشتر مسجد وجود دارد. 30 سال پیش به ترکیه رفتم، ممنوع نمازگزاران در مساجد استانبول دیدم. به ایران که برگشتم گفتم من متأسفم که در ترکیه اتفاق خواهد افتاد. در ترکیه به خاطر مسلمان بودن به کسی پاداش نمیدهند، برخلاف ایران که شما 2 دفعه تظاهر نماز بکنید در ارتقاء دانشگاهی نمیدونم به شما چی میدن. خلاصه دیگه دین زنده است و جایی که دین زنده و قوی است دستی در قدرت و سیاست خواهد داشت و اون وقت در چنین جایی شما بیایید از سکولاریسم تن بزنید پیداست که فقط سکولاریسم ستیزگر خواهد بود. هر چیز رو بگش هم حرف شده. در پایان این آقا حرفش این است که ما بسی بگویم زنده و جمهوری اسلامی. خلاصه مطلب زندانه مثل روباه از کنم که یک وزیر فرشته خوشبختانه همش نه فرشته نبودن. خب در کشورهای اروپای حکومت ها در مواجهه با اقلیت های دینی نیرومند کم کم دارن مدار خود از دست میدن. نه پدر جان، برابر مسلمان های تروریست دارن مدار خود از دست میدن. کسی ندید به بودایی ها، نمیدونم به هندوها، به مسیحی ها کسی کاری بشوش از دست میدن و سکولاریسم دارد به دیگر میشود که از این جهت دیگر فرقی با ادیان نمی کنند. زیرا سکولاریسم قرار بود حاضنهی برای حضم ادیان باشد. هرگز چنین چیزی نبود. که کجا شد یه آخونده همه مصطلحاتشون هم آخوندی چون تحت کلشون چلو کباب و خوردن و مسائل شکم و مراتب مربوط به شکم و جاهای دیگر شکم هست حاضنه که چیز سکولاریسم براسه چیزی رو حضم بکنه. مرد مامه گفتن آقا دین محترم سر جاش اما در امور سیاسی دخالت نکنن. از قدیم آقا کجا در تفکرات یونانیان بزرگ قدیم مثل پروتاگوراس، مثل تالس، اینها درکات علمیشون رو بدون در نظر گرفتن وابد طبیعه و دین میکردن، کاری هم دین نداشتن. بله بله این مقالات آقای حاج فرج سروش بود که خواستم شما هم با این داستان آشنا بشوید که این آقا که مدعی تفکر هست و قرمم خیلی نامشونی برم بعض اوقات اینها چون به امورات اسلام خیلی وارد نیستن خیال میکنن اینا اسلام شناسن و صادق هستن، در حالی که اینا میگن کلا سر این آمریکایی ها بگذارن. اون سید حسین نصر و این حفظ کریم حاج فرج سروش اینا کارشون اینا صداقت ندارن، شرافت علمی ندارن متاسفانه. ابزار تبلیغات هستن، عملی ظلم هستن، برای نگه داشتن ایرش
هر دفعه که دوست یکی عزیزی از کانادا زنگ زدن و من در داشتیم میرفتیم برای سخنرانی، گفتن آقا این تلویزیون نمیدونم چیشی رو نگاه میکنید از این همین آخوندی؟ گفتم خیر. گفتن که نگاه کنید. از کنم آقا من در سفر هستم اینا داستان چه؟ از گفتن که این آقا میگوید ما بایستی به فضیلت اصحاب احترام بگذاریم، ثواب دارد پیروی از اصحاب رسول. گفتم خود شما جوابشون رو میدادید؟ آخوند رافضی به قدری دروغ گفته و به قدری تضاد و مخالفت در کارش هست که دیگه به قول معروف از دستش در رفته مسائل منطقی و علمی فن نه. میگوید که اصحاب رسول احترام بگذاریم چین و چین. خب اصحاب رسول چه بودن؟ بزرگترینش ابوبکر بود، کمونی که محمد وقتی میخواد رو گریزد فرار بکند یا مهاجرت بکنند ابوبکر با خودش بود. اگر علی رو خیلی دوست میداشت علی رو با خودش میبرد. میشود تصور کرد که گفت بس این رو کشتن و از شر این خور کم شد، اگر نکسی که هر چی کاری بکنه تو بخواب جای من دردم. حالا خوابیدن یک نفر یا نفر چند دقیقه به تحریق میدازه تحقیق رو، دو دقیقه، سه دقیقه، پنج دقیقه، چه تأثیری میکرد؟ و برعکس اون که ما گفتن اون که با محمد گریخ او شده از بخرج دار، چون او در خطر بود. تو وقتی مادن یا با خوابیده کارش نداشتن که حالا باری اول ابو بکر بود نخست مردی که مسلمان شد که شما لعنت میکنید از بام خشن. این جواب این تلویزیون رو بنده دارم دیدم، من نقل قول شنیدم از این دوست مادر. این از ابو بکر. یکی دیگر از مهمترین اصحاب رسول عمر بوده، عمر بن خطاب. آرزوی این رسول این بود که این عمر مسلمان بشه، قدرت داشت و این عمر اگه مسلمان بشه ما میتوانیم کاری انجام بدیم. تا عمر مسلمان نشده بود جرأت نمیکردن بیان توی مسجد، بر اثر قدرت عمر بود که اومدن توانستن نماز بگذارن. که شما لعنت میکنی از باب تاشون. یکیش عثمان هست که بابا زنورن دو به دو دو بار به دو نوبت داماد محمد بوده که اونم لعنت میکنی. اینا عشرین مبشره بودن، یعنی اون دهتنی که بشارت بهش یافتن، ابوبکر و عمر و عرض میکنم عثمان و سعد بن ابی وقاص و ابو عبیده و سعد و چند نفر بودن، اینا ده نفر بودن عشرین مبشره. چگونه است که چند نفر عشرین مبشره از طرف پیغمبرشون هستن آخوند رافضی روش لعنت میکنه؟ شما تو پیشو بکنی این معنیش نفی این پیغمبرشونه، یعنی اون نمیفهمید، اون نمیدانست، با چیز حالش نبود، ما میفهمیم. اگر ابوبکر رو برادر خودش قرار داده بود و اگر پدر زنش بود و اگر دختراش رو به عثمان داده بود این اشتباه میکرد، نمیفهمید، ما باید لعنتش کنیم. اصحاب رسول از این مزخرفات از بام تا شام هر کنم که آخونده رافضی برای ما گفتن هر دشت دست بگذارید هیچ این چیز منطقی نداره که به هم گیر بکن. مثل این آقای فیلسوخ رژیم از ابتدا تا آخر این چیزا چندین تضاد و چندین مغلطه در هم هست، چون اینا گمان میکنن ما صفیح هستیم. البته اگه اینا فکر نمیکردن ما صفیح هستیم که یک آدم مثل احمدی نژاد رو میمازن رئیس جمهور ما بکردن. مطلب هم بگذاریم. یک موضوع خیلی مهم دیگری که در ذهن من بود و هموطنی صحبت کردم لازم آمد که در بابش صحبت کنم قبل از اینکه برم سراغ شاهنامه و آقای کربلایی، موضوع رفتار رژیم و نگاه رژیم هست به بچه های ایران. غالبا ما که با آخوندها و حکومتش و تشکیلاتش اینها از کنم که با دیده نفی انکار نگاه میکنیم توجه نداریم که چه کسانی برای حفظ این آب و خاک کشته شدند، زخمی شدند، 500 هزار کشته چه بودند؟
نه برای حفظ آخوند نرفتن به میدان فرق کنم غویزه و خرم شهر اینا فراموش شدن این بچه ها 50,000 نفر گویا از بچه های ایران رو گذاشتن در این قایق ها فرستادن توی باطلاق های غویزه که برن بسره بگیرن بعد رسیدن به اون جایی که تیرت عراقی ها بود همه رو کشتن همه فرو رفت قهرمانان گمنام ایمان میکرد و میخوام توضیح بدم که یک کتابی هست به نام لاست ویکتوریز این لاست ویکتوریز هر شبه که فیلد مارشال بزرگ آلمان نوشته است فون مانستاین میگوید برای هیتلر انسان اهمیتی نداشت جان سرباز کوچکترین اهمیتی نداشت هیتلر به درزایا به صورت یک نیرو نگاه میکرد 250,000 سرباز سراز اول آلمان که در استالینگراد از رفتن هیتلر برایش کوچکترین اهمیتی نداشت عمومی نیرو از این رفته یک نیرو دیگر جاگزین کنید دیکتاتورها و فاشیست ها این گونه عمل میکنن آخوندها هم از همان جنس هستند وقتی استفاده کردن به دور می اندازن به دور انداختن زخمی های جنگ رو بر این بیچارها حد می کنن که به صورت گروه های پراکنده با هم اصلا و از آخوندها بریدن روزی چند نفرشون می میرن هیچ گونه رسیدگی به معلولین جنگ در وسط این رژیم صورت نمی و زمینی که باید یادآوری بکنیم کشتار 67 رو که عمل زشت کشتن در اذهان ما کاملا نهادینه بشود و این اعمال تکرار نشود بایستی به یاد بیاورید کتابی که جوانهای مملکت بودن به میدان جنگ رفتن و زخمی شدن معلول شدن امروز هستن حتی برای خرید دوا و داروی خود دچار اشکال هستن دچار مشکل هستن هیچ نامی از اینها نیست هیچ کس هیچ آخوندی کوچکترین توجه برایشون مهم نیست چون اینها نیروهای بودن که برای اینها حس کنم که کنار رفتن و نیازمند نیروهای دیگر هستن فقط برای گرفتن قدرت کنترل جامعه خیلی مهم هست که ما یادآوری کنیم گمان نکنیم اینها شاگرد آخوندها بودن برای آخوند کار میکردن هر شبت که خب ساعت حدود 10:30 هست اجازه فرمایید که بنده چند بیت شعر بخونم بعد آقای کربلایی رو ما روی خط بیاوریم و با هم صحبت کنیم بله خب این داستان خط کنم که شاهنامه ما رو نجات میدهد در واقع وقتی که به لحاظ روحی در حزیز ناتوانی هستیم به لحاظ روحی لاحظ داره بنده بگین گونه است و ملت ما هم بگین گونه بوده در این سالها و کشاکش تاریخ این شاهنامه وسیله برای برکشیدن روح ما و حس عزت کردن و حس بزرگواری کردن و حس فرزانگی کردن و حس نشاط و امید کردن پناه می آوریم به شاهنامه فردوسی از داستان بله خب داستان رستم اسفندیار آخرین حماسه بزرگ شاهنامه از بخش حماسه پهلوانی و باره تاریخ شوید شاهکار بی نظیری است در واقع این نخستین نبرد رستم اسفندیار رو بنده میخونم براتون تا اون بخش بسیدیم که رستم آمد به میدان جنگ بعد از اون که بسیار کوشید و سخن گفت که اسفندیار رو از کنند که پشیم بکنند از کار جنگ اما میسر نشد خروشید و گفت ای یل اسفندیار هماوردت آمد برار آلتار زواغه رو داشت وزیر تپه گفت من تنها با این مرد جایی میکنم اگر سپاه آور شما هم سپاه بیاورید بسیار سلام میکنه چو بشنید اسفندیار این سخن از آن شیر پرخاشوی کهن به خندید گفت اینک آراستم بدون جهده از خواب برخاستم به فرمون تا جوشن و خود روز همون نیزه و گرده گاو روز ببردند و پوشید روشن برش نهاد اون کلاه کیان بر سرش به فرمون تا زین برست سیاه نهادند و بردن از نیک شاه
چو از سیه دی پرخاشجوی ز زور و ز مردی که بودن در روی نهاد و بن نیزه را بر زمین ز روی زمین اندر آمد ز زین بسان پلنگی که بر پشت گور نشیند برانگیزد از گور شور سپاه از شگفتی فرو ماندند بر آن نامور آفرین خواندند. شاهنامه در هیچ جاش ایستا نیست، همش حرکت هست، حرکت بعد حرکت. و این زبان فارسی هم دیگه عرض کردم از قلم فردوسی فضیلت و شرف جهانی یافت. مهم نیست که زبان به لحاظ گرامر چگونه است و صحبت ها، مهم این است که در اون زبان چه میزان آثار بزرگ تحریر شده است. کتابی میخوندم از کنم که در اونجا عربیان بزرگ میگوید این زبان عربی که اینقدر تعریف از اون میکنه اینا به لحاظ افعال بسیار بسیار درهم و بسیار فرومایه است. مثلا وقتی میگوییم معاویه لعنه الله یا لعنت الله، معلوم نیست که میگوییم آیا این منظور است که لعنت خدا بر او بوده، آیا منظور این است که لعنت خدا امروز بر او هست، یا منظور این است که ما آرزو میکنیم که لعنت خدا بر او باشه. به عنوان مثال عرض میکنیم این الله اکبر، آقا این الله اکبر یعنی چی؟ یعنی خدا بزرگه، یعنی خدا بزرگتره، یعنی خدا بزرگترینه. و استنداج های جالبی کرده که مرز همه این منطقه رو از مثلگیری این زبان خراب کرده. به جهت دقیق نبودن افعالش به اغراق هایی که در این زبان هست. حالا بنده بیارم اون بحث این کتاب رو بیشتر براتون میخونم. حالا مقصود این رو یه اشارتی میکرده خدمت. خب از در که همین شد چون از به تهمتن رسید مرو را به دنباره تنها بدید. تهمتن که میگوییم در حقیقت تهمتن یعنی درشتی کرد، باره چند معنی دارد، یکی به مفهوم عرض هست، یکی به معنای برج و دیوار هست. اگر باره آهنی به پای سپهرت بساید برار از جای، باره آهنی یعنی برج و بارو و دیوار فولادی زمان تو رو میساعد از این برد. چه شد همین شد چون از به تهمتن رسید مرو را به دنبار تنها بدید. پس از بارگی با فشوتن بگفت که ما را نباید به دو یار و جفت، چه تنها ما نید تنها شدیم ز پستی بر اون تون بالا رویم. پشوتن ز پس باس با سپاه یل نامور گرد لشکر پناه. اسفندیار پشوتن که ادوایزرش بود و همیشه با اون صحبت میکرد گفت از رستم تنهاست، ما هم تنها از این پایین میرویم بالا. و عرض کنم که سبی با سپاه و دنباله بحبه. گمان بر رستم کش از دور دید که کوهی ابرباره زی او چمید. رستم از دور نگاه کرد مثل سنجار دید مثل یک کوهی سوار هست و به طرف او حرکت میکنه. زی سوی او بنفشه زی تو فرستادم و خجل گشتم که کس همین نفرستد بنفشه زی گلشن. زی سوی او گمان بر رستم کش از دور دید که کوهی ابربار زی او چوید. بدو گونه رفتن هر دو به غرب که گفتی که اندر جهان نیست بعد. یعنی شادی نشاط و تفکر میشستن و بعد از این رفت موقع غرب رسید. چو گشتن نزدیک پیر و جوان دو شیر سرافراز و دو پهلوان خروش آمد از باره هر دو مرد. تو گفتی بدری دشت نظر قبل که به هم برسن از اسفندیار خروشید، از به رستم که رخش بود با خروش از بسوی از بلند شد. در بیان حماسه و آنکن زنها و تگستر معنی شاهنامه عزیز تذیری پیدا نکنه. شگفت واقعا شگفت انگیزه.
به شاه فردوسی در بیان این صحنه این هست که این شاهنامه این مقدار محبوبیت داره و این مایه گسترش پیدا کرده به واسطه هنر فردوسی. اگه کسی دیگری می‌نوشت منسوخ می‌شد، ما نمی‌خوایم بنویسیم. بنابراین هم که عرض کردم شرط لازم و کافی برای داشتن حماسه بزرگ مثل شاهنامه فردوسی آن است که اولا ملتی دیرپا در طی تاریخ دلاوری ها کرده باشه، بزرگی ها و فرزانه ها خود نشون داده باشد، و شرط کافی آن که یک شاعری نابغه واقعا جاه و شرایط در شرایطی خاص پیدا بشود و این اصلا اساسی به این میتولوژی و این داستان پهلوانی رو به شعری نبوغاتا تبدیل کند که از کنند که بتواند این داستان ها بر بال دور پرواز شعر این حسار و غرور رو در نبنده به این شعر اومد. خب چنین گفت رستم به آواز سخت که این شاه شادان دل نیک بخت، بدین گونه مستیز و تندی مکوش، به داننده بکشا یک بار گوش. گر جنگ خواهی خون ریختن بدین سان تکاپوی آویختن، بگو تا سوار آورم زابلی که باشن با جوشن کابلی. همیشه زابلی با کابلی با پیش رزشان تو ایرانیان را به فرماییز که دا گوهر آید پدید از پشیز، بدین رزمگهشان به جنگ آوریم، خودی در زمانی درنگ آوریم، به باشد به کام تخون ریختن در این گونه سختی در آویشتن. چنین پاسخ آورد اسفندیار که چندین چه رویی همین نابکار، از ایوان به شبگیر برخواستی، از اون تون بالا مرا خواستی، چرا ساختی بر من اکنون فرید، همانا بدیدی به تنگی نشیر، چون آید مرا جنگ زابلستان همان جنگ ایران و کابلستان، مبادا چنین هرگز آیین من سزا نیست این کار در دین من، که ایرانیان را به کشتن دهیم خودم در جهان تاج بر سر دهیم. برعکس آیین آخوندها که ایرانیان رو ما به کشتن خواهیم داد برای اینکه تاج بر سر ما باشد، هیچ اهمیتی هم ندارد. اگر آقای کربلا بی خط هستم دوست عزیز بفرمایید که باشون صحبت کنیم، بی توانیم با هم بتنم هم گفی بزنیم. دوستان گوه آقا اگر شما سید هستید بخواهید جنگ بکنید، جنگ همگانی، ما دستور بدیم سواران کابلی کابلی با سوشن کابلی بیان، شما هم سوار خود رو بیارید با هم جنگ کنید. اسفندیار گفت نه من چه این کاری نمی کنم، من هرگز ایرانیان رو کشتن نمی دهم، این خلاف دین من هست که از طریق کشتن مردم یا به کشتن دادن مردم خودم بخوام حکومت کنم. تلاش حکومت های امروز هم هموطن هم در تحلیل قضیه عرض می کنم که برای این هست که سربازی که به میدان جنگ میفرستن کشته نشود. هر سرباز آمریکایی که به میدان جنگ میره هزارها دلار تشکیلات با خودش شده که این سرباز زنده برگرده. شهید پرور فقط آخوندها هستن. آقا ما شهید پرور نیستیم. آقا جان کیم شهید پرور بودیم؟ سپهسالار رو داشتیم نادرشاه وقتی میرم میدونی جنگ. علی خانم هزارون نفر کشته میگیره کشتن نمیداد. اصلا حقیقت جنگ از یک جنرال بزرگ این است که سربازه رو زنده برگردونه، نه که شهید پرور. حسن روی خط آقای کربلا درود بر شما. درود بر رزداری قربان، خوشحال شدم شعر زیباتون رو میبینم. قربون شما برم تلفن زدم که مسافرت بودید و انشالله بهتون خوش گذشته باشه. بسیار بسیار جای شما خالی، دل ما برای شما تنگ شد با صدای شما. من هم همینجور متاسفانه هر موقع زنگ میزنم موفق نمیشم که صدای گرم شما را پشت تلفن بشنوم. خوشحال شدم. فقط بهتون این نوید رو بدم که از دورترین نقطه های تهران، شمیرانات، لواسانات من تلفن داشتم که به خاطر شاهنامه الان دارم برنامه از اتاری رو میبینم. بحبه بحبه اینکه که بوده دیش نداشته خریده. بله
و پایمردی و جوانمردی و فتوت رستم رو شما در این یه بیت ملاحظه خواهید فرمود که میگه که من همچرو این تنسفندیار ندیدم به مردیگه کارزار. این انصافه، این دادیه که رستم داشته. درود باشه. کجا الان پیدا میشه؟ زنده باشین عزیزم. کجا رو میخوانیم آقای کربلایی رو؟ من اینجا رو آماده کردم. دیشب زنگ زدم که با تو هماهنگ کنم، متاسفانه موفق نشدم که وقتی که زال ناراحتی میکرد با زواره برای رستم، رستم گفتش که این حرفا رو بذارید کنار، این مرد دلیریه با من طرف شده. آقای کربلایی چاره ای نبینم، باید یه جایی برم که منو نبینه، ننگ رو بخرم به خودم. آقای کربلایی خواهش می‌کنم، اون بیتی که زال صورتش رو به زخم‌های رخش و رستم می‌ماده خیلی مؤثره، اون رو لطفاً بخونید. قبل از این هست نیستی که اگر پشت سر هم هستم بخونید دوستان، اگر نه که ادامه بدید. قبل از این بله نه اجازه بدید گم گور میشم چون خط خیلی بیرون باشه عزیزم. حتی بسر داریم بگید، حتی آماده کردیم بفرمه که من هم شروع این تنس و اندیار ندیدم به مردی گه کارزار، رسیدم به هر سو به گرد جهان، خبر یافتم زاشکار و نان، گرفتم کمرگاه دیو سفید، زدم بر زمین همچو یک شاخ بید، خدنگم ز سندان گذر یافتی، زبون داشتی گر سپر یافتی، زدم چند بر گبر اسفندیار، چنان بود که بر سنگ ریزن خواد، همان تیغ من گر بریدی پلنگ، نهان داشتی خیشتن زیر سنگ. من سخن رو کوتاه میکنم به خاطر اینکه فرصت خیلی کمه، ممکنه یه بیننده بخواد زنگ بزنه، من زبون درازی نکرده باشم. انشاءالله جمعه شب من حتما زنگ میزنم و از دوتالی هم هایی میکنم و اون قسمت هایی شما فرمونید آماده میکنم، هفته دیگه خواهم خوان. درود بر شما آقا کرده، پیروز باشید، عاقبتتون به خیر، حد نگهدار شما. زنده باشید عزیزم آقا کرده گرم، ممنونم از محبتتون. درود بر شما. لطفا تصویر رو نشون بدیم بچه. بله از کنم که آهنگ شاهنامه زبای کربلا میخونن، این طرح خوندن بیشتر در تهران بود و زوتانه ها بود، اینها یک آوازی در بختیاری میخونن در شاهنامه که بسیار متفاوت هست. من خواهش کردم از آقای موری، گفتن که نوایی دارن بختیاری ها به صوت خیلی خیلی جالب و حزین به حماسی شاهنامه خواندن. خواهش کردم که نوار شاهنامه خوانی به طرز بختیاری هم بفرستن که اونا هم پخش کنیم که شما این تنوع رو هم ببینید. بسیار ممنونم از دوست گرامی آقای کربلایی. بچه خطا رو لطفا باز کنید با هموطنان گرامی صحبت کنید. این بخشی که خوندم هر شبت که همون راه زدن رستم هست با خیشان در باب جنگ و توضیح میدهد که این اسفندیار رو میشن تیر من برخیگر او کارگر نیست. و یک مطلبی که باید اینجا هست کنم این هست که این که اسفندیار رو این تن هست
و تیب به بدنش کار نمیکنه و سرانجام کشته میشه، همون گونه که پاشیل که بدنش شیرین‌تر بود و پاشیل پاش بود که فقط از کنه آسیب‌پذیر بود. یک نتیجه گیری فلسفی هم دارد، آن این که این مرگ هست که پایدار هست، انسان حتی روحین تن هم که باشد از دست مرگ گریزی ندارد. و اسپنگر هم که میدونید به نام آنچه مشهور هست پهلوان دینی است و توسط آشور زرتشت رو این تن شده به جز چشمهاش. حالا بعدی داستان رو خواهیم خواهیده که چگونه رستم به تواقید سیمور تیری از چوب گرد میسازه و به چشم اسفندیار میزنه. داستان خیلی شگفت‌انگیز و جالب هست. خطا باید دوستان بعد دوستان میتوانید به تلفن 8345-3605 به همه صحبت داریم. این بلندگو که امروز این میکروفونی که ما اینجا داریم میکروفون جدیدی است که به طرز درستی صدا رو میگیره و پخش میکنه و امیدواریم که این مشکل کوتاه و بلند شدن صدا که خود من یک شب نشسته بودم این برنامه بازپخش رو بینم خسته شده واقعا، چون سرمو که میبردم پایین برای خوندن کتاب صدا میرفت بالا، وقتی میکشیدم بالا سرم رو صدا میرفت پایین. این هست که امیدواریم که این مشکل با این میکروفون جدید که آقای میشه خریدن از کنم که رفت باشیم و دیگر هم مثلا شکایتی در این باب نداشته باشم. اگر شکایتی هست بسن بفرماید ببینیم این میکروفون چکنه کار میداره، چون شکایت بسیار بود هر روزی. از کنم که دوری بر شما بفرماید. دور بر شما آقای مشیری. من اگر اجازه بفرمایید دو نکته رو میخوام بگم که علیرغم این تلاشی که میشه برای احیای فرهنگ ایران، کسانی هستند که نه تنها در صدد نابود کردن فرهنگ ایرانن، بلکه تاریخ ایران رو هم در جلوی کسانی که زنده و حاضر هستند و مشاهده کردن میان تعریف میکنن. من جمله یک اسم نبرین لطفا بفرمایید. کسی که در مورد زندگیات دکتر مخم اگه نیست نبرن فایده ای نداره. کتابی نوشته و میاد و در مورد مثلا دکتر شریعتی صحبت میکنه و هیچ ارتباطی به دکتر مصدق نداره. میاد و دکتر مصدق زندگیات دکتر مصدق رو به مسخره میگیره و خواب ایشون رو به مسخره میکنه. آه مشیری، همه ما خواب ببینیم و این اصلا یه چیز ثابت شده است. هر وقتی که آدم فکر کنه در ذهنش باشه اونو خواب میبینه. دکتر مصدق هم اگر خواب دیده در جهت ملی کردن نفت و نجات مردم ایران از دست انگلیس بوده. ایشون میاد مسخره میکنه و بعد حضرت عباس رو مثال میاره که در شیعه مسخره میکنن که مسخ گرفته. آقای مدینی رو خواب اعلی حضرت همایونی رو که خواب دیده ابوالفضل بدون دست ایشون رو نجات داده رو نمیگه. اگر حضرت عباس تونسته اعلی حضرت رو با وزنش با دندونش بگیره پس مثلا مرد کم میتونسته. اینا آمدن و دارن دکتر مصدق رو تخریب میکنن و علی رغم این صحبتهایی که شما میکنی اصلا شاید پاسخگویی برنامه شما، من نمیدونم شما از این تخریبی که در مورد چهره دکتر مصدق میشه. بله ممنونم عزیزم. توجه کنیم و صحبت کنیم. یه روز هم یک آقایی آمده بود به اسم ناصر پورفیرار که این آدم اصلا ایرانی نیست، عراقیه، اسمش پورفیرار نیست، برای این دیدگری برداشته از دو تا پی استفاده کرده که خودشو ایرانی جا بزنه. آمده بود در برنامه مولا عمر و میگفت اصلا ایرانی ها چی در زمان هخامنشی یک دونه فنجون از زیر زمین بیرون نیومده، ما پدر نداشتیم، جد آباد نداشتیم، اصلا تاریخ هخامنشی قبل اسلام وجود نداشته. این آقا بله. تاریخ نویس آقای لاریجانی هستن. ممنونم. نیش بسن نیش بسن در باره صحبت کرد. ممنونم متشکر زیم برمه جواب این آخه مرد قربان شما. از این شما خسن شما که این طرف دارم استعداد ثابت از سال از کنم 28 مرداد سال 32 هست و نیست این کشور در اختیار آقایون بود. قدرت سیاسیش، قدرت اقتصادیش، ارتش، ساواک، هر چی بود در اختیار اینها بود تا سال 57. بعد ملت هم برخواستند و اینا رو بیرون کردند.
در این مدت 27 سالی که بیرون هستن اینها تبلیغات بسیار کردن و اینها، بعد دیدن دستشان خالی است، واقعا کسی از اینها پشتیبانی نمی کنه. استدلال‌های اینها که این مردم شکمتان پر شد، خجالت بکشید بیاد معذرت خواهی کنید از هر حضرت همایون، اینها دیدن به کار نمیده. گفتن چه بکنیم، مثل جنگ کار در آمد، چیزی در دست ما نیست. گفتن باید استدلال کنیم که این دکتر مصدق بود که باعث شد این اعلی حضرت بیاد ما کارا رو خراب کنه و استبداد بیاره و ما به این روز بیفتیم. حالا شما بگو چی بکنید؟ دکتر مصدق مرد بزرگ این مملکت، قهرمان ملی این مردم، با اون دفاعی که او بود و بزرگی ها که او داشت و دل پرمهری که برای ایران که او داشت و کارهای بزرگی که او کرد، 2 سال و 3 ماه این مرد به خود وزیر مملکت بود. چندین دهه که دست شما بود آقای متینی، امثال شما خجالت نمی کشید؟ شما واقعا شرم نداری؟ دکتر مصدق همانی که شما میگویید فرض کنید، شما چه کردید این همه مدت از 32 تا 57، 25 سال تمام شما چه می کردید؟ چه می زکت در اون منزه کرد؟ زمینه های انقلاب از کجا آماده شد؟ از اعمال رفتر شما بود؟ فرض کردن آدم هایی مثل این همین آقا که اسم بردید، اون آقای بود که مرد بلگرده. یک استاد محقق گفتم آقای آقا آقای آقا این مرده که بلگرده حتما اسمشو نبرید شما باشید. از کردم این دوستانی مثل این آقای دکتر متینی از کنم که مدرسه نهر عالی، اینها در ایران دروبی ها داشتن. آقا رئیس دانشگاه بود این آقا، هر روز با سابات در بزر تماس بود، جلسات میذاشتن، خوشی ها میکردن، مهمانی های مجلل میبردن، امید وزارت فرهنگ آینده رو داشتن. اینها زیر سایه از کنم که استبداد حاکم حکم ها میراندن. این آقا یک سال تعلیمی در ادبیات فارسی نداره، 80 سالش هم هست. این عجیب بوده باید من ادبیات مملکت کار میکرده، فارسی نمید که مدرسه دانشگاه مشهد. آقا این چرا هیچ تعلیمی نداره؟ گفت بخواد یه رئیس بود همیشه گریخته آمده اینجا. حالا شب میخوابه، عد کردم شب میخوابه، خواب میبینه، خواب میبینه که اعلی حضرت داره بهش نشان و ندا میده و میگه که دکتر متینی شما از این لحظه وزیر فرهنگ ایران هستید. به اینها یک مرتبه از خواب میپره، میبینه ای داری میدادی آبادمانه، یه بزومه دو بزومه، این صدا صدا اعلی حضرت نیست، صدای این زن است که منیجر دنبال اجارهش میگه اجارت دیر شد. بحشت رو کنیم، چی شد آقا؟ این تشکیلات ما که عرق کرده و نبخواه میپره. میگه فهمیدم چیکار کنم، یه 4 تا فرش این دکتر مصدق باید بدیم و اعلی حضرت که نمیشونیم حضبان اون بوده و از این همه شب خیلی مرد بود. مرد حسابی، آدم حسابی، تو مثلا عدید اون مملکت بودی، چیکار برای ادبیات کردی؟ حالا پیانه سر در غروب زندگی فقط لعنت پایدار بر خودت میخوایی 80 سال ولی مدخلفات و مملکت سرهم کردی. این همه مفاسد استبداد رو شما ندیدی؟ این همه اعدام ها رو ندیدی؟ این همه هیت و میل مال ملت و آقای متینی در مملکت در روزگاری که شما رئیس دانشگاه مشهد بودید و رئیس دانشگاه ادبیات مشهد بودید و معاون شدید در فرماندهی هم آشکار هست، سوابق هم در سازمان اطلاعات امنیت هست، جمله به جمله هر گزارش ها رو میدادی؟ اگه شما نبودی که دفتر چه دادی به معلم ها گفته حاضر قایب کنید هر که نکنه چه ها میکنه؟ شما هیچ کاسی ندیدی؟ حالا باید که اخیر دستان مصدق رو بچستی. اون پیرا رو من دیوانه حساب میکنم، مرده که دیوانه ایست، واقعا دیوانه است. میگوید که کوروش کبیر نوکر یهودی ها بوده. حالا شما تو پیشو بکن حقامنشه تو مرد حسابی، برو دنبال کاره. همین خیشتن را چلیپا کنی به قول فردوسی، به نزد خردمند رسوا کنی. این مردم فرهنگش رو شناخته، خدمتکارانش رو، قهرمانانش رو شناخته. نهید از اونجا خواستم چیز رو بگم بشیمون شدم. بفرما قولمان، درود بر شما. جناب آقای مشیری؟ جانم عزیزم درود فراوان بر شما. درود بر شما قربان، قربان شما عزیزم. این امروز این برنامه که از طریق الجزیره نشون دادین
بسیار به دل ما چسبید. بله خوشحالم. یعنی که بعد از 50 و اندی سال اولین بار بود که از کلمات عربی خوشم آمد. نظام هر دوری من همین حس داشتم که خیلی زیبا و خطیر صحبت میکرد. بله و اولین بار بود که من دارم حس میکردم که نفر داره حرف میزنه به من زور نمیگه من از جهنم بهش نمیترسونم. خواهش میکنم اگه امکان داره در فرصت مناسب بیشترشو نشون بدید. حتما میکنم ترجمه کرد به فارسی برای اونه که بله بله. علاقه دارم به فارسی بشنمم. بسیار بسیار فکر خوبی. سوال من اینه که آیا شما مثل من معتقدین که طرز فکر اسلامی که ترجیح مرد و زندگی باعث عقب افتادگی علمی جوامع اسلامی نشده؟ درود بر شما. دقیقاً شده توضیح میدم خدمت. من مثلا میخوام مثال بگم، خودم پزشکم. وقتی یه پدر یه خانواده بچه‌اش به عنوان مثلا با سیاسیون میمیره تو ایران، اولین حرفی که میزنم میگم خدا خواست. بعد میگن سرنوشت هر جوری بود تعیین شد. بعدم میگن بعد آدمای خوب زودتر میمیرن. حالا به من که واکسن ندارم، حد واکسن بهش میدنم ولی باز میگم خدا خواست. عیناً از نظر من مثل یه اسب عصاریه که از هر رایی میری خانهشون بکنی میشستن به این وضعت گرد میدون فتش میکنن به امام و خدا و این حرفا. برای این تا این طرز فکر پوشیده اسلامی از بین نره یا به صورت متجددش به نمیدونم امکان پذیره، واقعا ما به این جایی نخواهیم رسید. درود بر شما. ممنونم عزیزم. خیلی متشکرم از لطف شما. متشکرم. قربان شما. جهت اینکه من چهاری از خدمتتون نبودم، البته حتما سوالات بسیاری دارم. این است که یک جلسه رو اختصاص فقط به پاسخ و پاسخ میدونی جواب رو فرکن بدم. بله درست بفرمایید، درست بفرمایید. ببینید این آیین های اسلامی که پدر همه اینها همین تورات باشد، اینها بر این هستن که این زمین تعبیرگاه خداوند تبارک و تعالی هر سبتی آدم رو خلق کرده و بهش به همون مغالطات و دروغ های بچگانه واقعا قرآن هم برداشت کرده و اینا رو نویسی میکنه که بله آمده و فرشت و لگد انداخت خدا و انداخت بیرون و با یک داستان مسخری که مرغ پخته میخنده به این تشکیلات خلقت این داستان انسان. واقعا مرغ پخته میخنده، چه مسخری راستی ها آمده اینجا. اینجا تبعیدگاهه، اینجا جای خوبی نیست، اینجا رو باید خار انگاش به آباد کردنش نمیارزه، اینجا جای بدی، ما بایدی در اندیشه آخرت باشیم. آخرت هست که جای خوبی که فیها خالدون، همه مؤمنین اونجا همون کمچه و ملاقه رو میخورن. آقا این مایه دیوانگی محض بوده. من شما رو حواله میدم به تحقیق مفصل و مبسوط عرض میکنم که دانشمند بزرگ علم الاجتماع، شاید بزرگترین جامعه شناس این قرن، ابتدای این قرن، ماکس وبر. این آقای وبر خیلی مهمه، اونجا آمده و در باب موضوع دین و توسعه اقتصادی اینها و سعادت این دنیا آمده تقسیم بندی کرده. میگوید که این علت پیشرفت پروتستان ها و عقب ماندگی کاتولیک ها که هنوز هم عقب هستن این هست که اینها جهان رو خار انگاشتن، گفتن به آباد کردنش نمیارزه، خوشا به حال بیچارگان. مسیح گفتن خوشا به حال بیچارگان زیرا اینها طلبکار هستن. یعنی دنیا رو رهاشون، هرچی کثیفتر بهتر، هرچی فقیرتر بهتر. خب این جهان بینی ماست که جهان ما رو میسازه. اسلام هم همین هست، چون اسلام هم چیزی نیست جز رو نویسی اونها دیگه، یه تغییراتی کوچکی بسیار بسیار ناچیزی هم ایشون داده. مثل وضع عرب مهم بوده، قانون بوده، سنت بوده، مثل همین حج و مجر این داستان ها همون دینش هست که ایهان شناختش، انسان شناختش همون هست. عزیزان چون برنامه بعدی میاد و ما نمیخواهیم که تجاوز کنیم به حق برنامه بعدی، این هست که سخن رو کوتاه میکنیم با پوزش از همه هموطنانی که روی خط هستن، ازشون عذر بخوام. باید برنامه رو ببندیم. با سپاس از همه دوستان عرض میکنم که دالاس و کسانی که آمده بودن در اونجا که بعد از این هموطنان گرامی سپاسگزاری خواهم کرد اینا، و سپاس از جمشید گرامی و یزگرد گرامی و آقای میچی گرامی. و شما خداحافظی میکنم روز دوشنبه در خدمتتون در باب مغالطات صحبت میکنیم.
تا روز دوشنبه درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد حاکمیت ملی.